هر کدام از یک دو کاندیدای جمهوری خواه و دموکرات بر سر کار بیایند، مطمئنا با چالش‌های بزرگ بین المللی و منطقه‌ای در سطح خاورمیانه مواجه خواهند شد. این مشکلات و این چالش‌ها مشکلات و چالش‌هایی نیستند که به سادگی برطرف بشن در عرض 4 سال و یا حتی 2 دوره 4 ساله 8 ساله که احتمالاً رئیس جمهور بعدی آمریکا بر مسند قدرت خواهد بود. بزرگترین چالش رئیس جمهور بعدی آمریکا در خاورمیانه ایران خواهد بود. ایرانی که توانسته تا حدودی بست نفوذ خودش رو در منطقه ایجاد کنه، توانسته در پروژه اتمی خودش به چالش بکشونه تحریم ها و خواسته های غرب رو به طور کل و خواسته های آمریکا رو به طور خاص و همینطور در بحث قدرت نظامی خود در صنعت موشکی و پهپادی خود. به طور کلی مشکلاتی که بین ایران و آمریکا هستن یک مشکلات ساختاری هستن که نوع و شکل رئیس جمهور بعدی تفاوت آنچنانی نخواهد داشت. همونجور که دیدیم تفاوت زیادی بین سیاست‌های آقای بایدن و آقای ترامپ ما ندیدیم. آقای بایدن در طول 3 سال اخیر برجام رو نتوانست احیا کنه یا نخواست، یا اینکه مشکلاتش رو نتوانستن حل کنن. در نهایت مشکلات ساختاری ایران و آمریکا در مرحله اول تاریخی است. نبود اعتمادی دو طرفه. هر دو طرف دلایل بسیار خوب و زیاد تاریخی دارن که به هم اعتماد نداشته باشن. نکته بعدی مشکلات ساختاری منطقه‌ای است. ایران توانسته با حمایت از گروه‌های مسلح در منطقه تا حدودی ساختار و مهندسی امنیتی منطقه رو به هم بریزه، تا جایی که امنیت اسرائیل رو به شدت به چالش بکشونه. نکته بعدی مطمئناً بحث تکنولوژی اتمی ایرانه که غیر قابل برگشت شده. پس از خروج آقای ترامپ در سال 2018 از برجام باعث شد که ایران به مرحله بازگشت ناپذیر در آستانه اتمی شدنی برسه که چیز امر مطلوبی برای قدرت‌های غربی و آمریکا نیست و نبوده و نخواهد بود. نکته سوم یا چالش سوم که به طور ساختاری هست، ایران توانسته به یک قدرت نظامی پایدار بومی و محلی برسه. امری که میتونه در نهایت نه فقط قدرت نظامی ایران رو بهبود ببخشه، بلکه میتونه با حمایت از گروه‌های مسلحی مثل حوثی‌ها در دریای سرخ، در باب المندب، اقتصاد جهانی و امنیت جهانی رو به اصطلاح خدشه وارد کنه. در لبنان میتونه ایران با حمایت تسلیحاتی بیشتر و تکنولوژی بهتر از آنچه که تا به حال به حزب الله داده، امنیت اسرائیل رو به شدت به چالش بکشه. اینها اموراتی هستند که مطمئناً باعث خواهد شد که رئیس جمهور بعدی آمریکا با چالش‌های بسیار زیادی در خاورمیانه که بخش مهمیش ایران در آن دخیل هست مواجه بشه. نکته بعدی افول یا کمرنگ شدن قدرت و نفوذ آمریکا در منطقه است. ما حتی می‌بینیم که قدرت‌های دیگر منطقه‌ای که تا به حال متحد سنتی آمریکا محسوب می‌شوند یا می‌شدند در حال حاضر فرا بگیرن یا یاد بگیرن که با آمریکا نبگن در بخشی از سیاست‌های کلی و راهبردیشون. به عنوان مثال عربستان در چندین مورد، در مورد اسرائیل، در مورد سیاست‌های نفتی خود و همکاری و همفکری با مسکو در مقابل آمریکا بیسته. در ایجاد نرمالسازی روابطش یا عادی‌سازی روابطش با ایران برخلاف خواسته غرب با واسطه‌گری چین رفتاری متفاوت نشون میده. این نشون میده که مطمئنا رئیس جمهور آینده آمریکا، چه جمهوری خواه چه دموکرات، مطمئنا با خاورمیانه جدیدی مواجه خواهد شد که یک نسخه جدیدی لازم داره که تا به حال آمریکا با آن عادت نداشته. اون سیاست‌های نظامی، تحریمی و یا تشویقی مالی دیگر اثرگذار نیستند در خاورمیانه.
یعنی آنگونه که در دوران جنگ سرد بود، در دوران پسا جنگ سرد بود، ما در حال حاضر شاهد نبود یک استراتژی واضح و روشن از غرب به طور کلی، از آمریکا به طور خاص، حتی از اسرائیل، برای روبرو شدن با چالش‌های ساختاری در منطقه هستند.